سلام، وقتتون بخیر. به این بخش خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلراهان هستم و این سر خط خبرهاست. گزارش مشتبه پورمحسن از واکنش تهران به خبرها درباره احتمال دخالت در توطئه ترور ترامپ. وزیر خارجه ایران مدعی شد تهران فقط از مسیر حقوقی ترامپ را محاکمه و مجازات خواهد کرد. حمایت همه جانبه منتقدین سابق ترامپ از او در روز سوم همایش جمهوری خواهان. چهره‌های مطرح جمهوری خواه گفتند فقط ترامپ میتواند آمریکای امروز را دوباره متحد کند. ادامه برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران. جدیدترین گزارش سازمان دفاع از جریان اطلاعات آزاد از برخوردهای قضایی و امنیتی با 181 روزنامه‌نگار تنها در نیمه اول سال جاری میلادی خبر می‌دهد. در حالی که پولیتیکو به نقل از جامعه اطلاعاتی آمریکا خبر داده جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکاست، سرپرست وزارت خارجه ایران این اتهام را رد کرد. او در گفتگو با CNN گفت جمهوری اسلامی فقط از مسیر حقوقی به دنبال محاکمه و مجازات ترامپ در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خبرها در این باره را قویاً رد کرد. CNN خبر داده مقام‌های آمریکایی اطلاع درباره نقشه احتمالی جمهوری اسلامی برای دونالد ترامپ ارائه کردند. مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد. تبعات ترس خامنه‌ای از ترامپ، عقب نشینی مقام‌های ارشد نظام از رجزخوانی‌ها برای خونخواهی قاسم سلیمانی، بعد از افشای نقش احتمالی جمهوری اسلامی در ترور دونالد ترامپ، چرا خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران شمشیرهایشان را غلاف کرد؟ ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن، اونا باید کشته بشن. دو سال بعد از این سخنان فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و چند روز بعد از سوءقصد ناموفق به دونالد ترامپ، مقام‌های جمهوری اسلامی از وعده انتقام خون قاسم سلیمانی پا پس کشیدند. سه‌شنبه CNN خبر داد آمریکایی‌ها از یک منبع انسانی اطلاعاتی درباره نقشه احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر دریافت کردند. یک مقام رسمی در آمریکا هم گفته پلیس مخفی به کمپین انتخاباتی ترامپ درباره افزایش تهدید علیه او اطلاع داده. همزمان پولیتیکو گزارش کرده جامعه اطلاعاتی آمریکا شواهد زیادی دریافت کرده که نشان می‌دهد ایران به طور فعال در حال برنامه‌ریزی توطئه‌هایی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، احتمالاً در آستانه انتخابات نوامبر است. پاسخ تهران به این خبرها در نوع خودش جالب توجه بود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل این خبرها را بی اساس و مغرضانه خواند. سخنگوی وزارت خارجه در تهران هم اتهام برنامه‌ریزی برای ترور ترامپ را قویاً رد کرد. علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده، در مصاحبه با CNN مدعی شد تهران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فقط از طریق ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به دنبال پیگرد عاملان کشتن سلیمانی بوده. این مقام ارشد جمهوری اسلامی در واقع حاضر نشد مسئولیت این سخنان 4 سال پیش خامنه‌ای را بر عهده بگیرد. قاتل سلیمانی و عامر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. زمان وقت ممکن هستیم اینا باید انتقامشون رو پس بدن. دیماه سال 98 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. دستور این حمله را دونالد ترامپ داده بود. قاسم سلیمانی. بعد از آن بارها مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه آشکارا ترامپ و مقام‌های ارشد دولت او را تهدید به ترور کردند. آقای ترامپ، انتقام ما از شهادت سردار بزرگمان قطعیست. مرداد ماه سال 1401 وزارت دادگستری آمریکا خبر داد یک عضو سپاه پاسداران به نام شهرام پورصفی به دنبال آن بود که با پرداخت $300,000 به یک نفر در آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی در دوره ترامپ را به قتل برساند. پورصفی با نام مستعار مهدی رضایی به فرد اجیر شده وعده داده بود در مرحله بعد $1,000,000 برای ترور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دوره ترامپ پرداخت خواهد کرد. اشکال اما آنجا بود که این عضو سپاه پاسداران کسی را می‌خواست اجیر کند که در واقع مأمور FBI بود.
سه سال پیش وبسایت رسمی علی خامنه ای این انیمیشن را با نام انتقام حتمی منتشر کرد. فیلمی که در آن دونالد ترامپ به عنوان هدف ترور معرفی شد. پیامی آشکار به واشنگتن در روزهایی که مقام‌های نظام تصور می‌کردند عصر ترامپ به پایان رسیده. اما حالا در پس همه آن رجزخوانی‌ها ترس از ترامپ چنان در جان مقام‌های جمهوری اسلامی افتاده که نامزدهای انتخابات در ایران در مناظره‌ها نتوانستند این ترس را پنهان کنند. حتما ترامپ چند روز دیگه هم شاید دوره بخواد برگرده. بعد از سوءغصب ترامپ به نظر می‌رسد شانس او برای پیروزی در انتخابات نوامبر افزایش یافته. او به تازگی سناتور جوانی را به عنوان معاون اول خود برگزیده که در همین ابتدا مواضع تندی درباره جمهوری اسلامی گرفته. او گفته برای جلوگیری از اقدامات خصمانه تهران باید مشتی محکم به جمهوری اسلامی زد. سه‌شنبه نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در گردهمایی ملی جمهوری خواهان آنچه را دونالد ترامپ بر سر جمهوری اسلامی آورد به رخ کشید. ترامپ ما را از توافق جنون‌آمیز برجام خارج کرد. سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد و سردسته تروریست‌ها یعنی قاسم سلیمانی را حذف کرد. جدی ونس معاون ترامپ گفته برای کنترل جمهوری اسلامی باید جلوی فروش نفتش را گرفت. کاری که رئیس جمهور پیشین آمریکا ثابت کرده خیلی خوب بلد است و مقام‌های تهران هم این را خوب می‌دانند. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیشو شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن. پس از سوءقصد نافرجام به ترامپ، مقام‌های جمهوری اسلامی سکوت کردند و کلمه ای علیه او سخن نگفتند. همانها که وعده میدادند ترامپ و برایان هوک باید دنبال سوراخ موش باشند. اما بدانید هر کسی در این ماجرا نقش داشته است زده خواهد شد. حالا در یک عقب نشینی آشکار به دیوار هاشا پناه بردن. موزگیری هایی که نشان می دهد اگرچه خطر از بیخ گوش ترامپ گذشت و تنها خراشی بر جا گذاشت، خامنه ای اما خطر ترامپ را بیخ گوشش حس کرد به طور خیلی جدی. ترس از احتمال تکرار فشار حد اکثری و تکرار خیزش انقلابی دوباره از همان خیابان ها. مشتبه پور محسن، لندن. امروز چهارشنبه سومین روز از کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به رهبری دونالد ترامپ و جی دی ونس در میلواکی ویسکانسین برگزار می شود. محور اصلی سخنرانی های روز سوم مسائل مرتبط با سیاست خارجی آمریکا است. همچنین قرار است جی دی ونس اولین سخنرانی خود را به عنوان معاون دونالد ترامپ ایراد کند. جی دی ونس جوان تجربه سیاسی بسیار کمی دارد و برای بسیاری از شهروندان آمریکایی نامی آشنا است. همراه میشیم با همکارم آرش علایی که از میلواکی ویسکانسین با ما همراه شده. آرش، در میلواکی چه میگذرد و برنامه روز سوم کنوانسیون ملی جمهوری خواهان چیست؟ ببین، شهر شمالی است ولی به شدت گرم است و آفتاب چنان میسوزاند که من مجبور هستم عینک خودم رو نگه دارم روی چشم. داستان این است که امروز در روز سوم تم اصلی سیاست خارجی است. هر روز یک تم خاص دارد بر اساس اون شعار معروف آقای آمریکا، آقای ترامپ، Make America Great Again یا ماگا. هر روز یک شعار دارد. روز شعار اول روزش این بود که در واقع Make America Wealthy Again، آمریکا رو دوباره پولدار کنیم. روز دوم Make America Safe Again، آمریکا رو امن کنیم. و امروز Make America Strong Again، آمریکا رو قدرتمند کنیم. قرار است راجع به سیاست خارجی صحبت بشود و لیست بلند بالایی هم وجود دارد از سخنرانان، شامل آقای جی دی ونس که قرار است امروز صحبت کند، کسی که الان به عنوان معاونت ترامپ انتخاب شده است. پسر آقای ترامپ صحبت خواهد کرد، دونالد ترامپ جونیور. انتظار می رود که اسم جمهوری اسلامی رو بارها و بارها بشنویم در طول سخنرانی‌های امروز. با توجه به اینکه طبق گزارشی هم که از مشتبه پور محسن دیدید، جمهوری اسلامی نقشه قتل آقای ترامپ رو داشته است و بعید به نظر میاد دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ آقای ترامپ، این فرصت رو غنیمت نشمرد و راجع به دستاوردهای دولت پدر
پدرش در مقابله با جمهوری اسلامی صحبت نکند، مقایسه اون با دولت بایدن و اون چیزی که جمهوری خواهان سیاست مماشات دولت بایدن میخوانند. صحبت‌های جواد ظریف رو هم شنیدید که میگفت این دولت بایدن است که اجازه داده از تحریم‌ها رو شل بکنند، اجرا نکنند که جمهوری اسلامی بیشتر نفت بفروشد. گفت حالا ترامپ بیاید احتمالاً تغییر خواهد کرد. همه این انتظار رو دارن. امروز هم من با نماینده ایالت جورجیا آقای ریچارد مک‌کورمیک صحبت کردم. ایشون گفت جمهوری خواهان انزواگرا نیستن، اما اگر قرار است بروند در خارج از آمریکا عملیاتی انجام بدن باید با قدرت انجام بدن. آقای مک‌کورمیک امروز به ایران اینترنشنال گفت آقای ترامپ تنها کسی است که میتواند مردم ایران را از شر جمهوری اسلامی رهایی ببخشد. و با این تم و با این نگاه افرادی که الان امروز قرار است صحبت بکنن راجع به سیاست خارجی دولت ترامپ و الان هم همین الان در حالی که من دارم صحبت میکنم به نظر میاد آقای دونالد ترامپ وارد محل کنفرانس شده است. تصاویر زنده‌ای که احتمالاً دارید میبینید از ورود ایشون به سالن کنفرانس، البته هنوز روز سوم آغاز نشده است به طور رسمی، احتمالاً ایشون برای شرکت در یک پروموی تلویزیونی به اسم سیو امریکا قرار است یا سیوینگ امریکا قرار است در محل کنفرانس پشت سر من حضور داشته باشد. به هر جهت چه ایشون برای پرومو بیاد چه برای سخنرانی یا بخواهد نظارت داشته باشد، این کنفرانس گلاره کنفرانس ترامپ هست، این حزب جمهوری خواه ترامپ هست. افرادی که اینجا میبینیم به شدت شیفته خانواده او هستند، پسراش، عروساش، اعضای خانوادش وقتی اینجا قدم میزنن انگار اعضای گروه رولینگ ستونز اینجا قدم میزنن. 500 نفر دورشونن، خبرنگارا دورشون میان، عکاسا دورشون هستن و در نقطه مقابل اون جمهوری خواهان بدنه اصلی هستن که من اینجا دیدم حتی یکی دوتاشون هو شدند و بسیاری از این جمهوری خواهان بدنه اصلی حتی نمیتوانند وارد بعضی از این مکانهایی باشن که مردم از ترس اینکه هو بخوان بشوند و ارزششون پایین بیاید. این حزب آقای ترامپ هست دیگر و امروز هم حضورشون در میلواکی ادامه پیدا میکند. بعد از این که این پرومو ضبط شد احتمالاً در موقعی که آقای جی دی ونس میخواهد سخنرانیش انجام بدهد انتظار میرود که دونالد ترامپ هم حضور داشته باشد. برنامه ایران اینترنشنال، برنامه پوشش ویژه ایران اینترنشنال از کنوانسیون ملی جمهوری خواهان ادامه خواهد داشت ساعت 4 صبح به وقت تهران با فرداد فرهزاد و گزارش هایی که در این مورد برای شما خواهیم داشت. خیلی ممنونم از تو آرش علایی. قطعا روز مهم محسسی هست با پوشش زنده و گزارش های دیگه. ساعت 4 صبح به وقت تهران همراه تو خواهیم بود و برنامه را حتما ما هم میبینیم اینجا. اما در حالی که نشست بزرگ جمهوری خواهان همطور که همکارم گفت در شهر میلواکی در حال برگزاری است، روز چهارشنبه منابعی به اسوسییتد پرس گفتند دموکرات‌ها اعلام رسمی کاندیدای خود را به هفته اول ماه اوت موکول کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ به طور رسمی کاندیدای جمهوری خواهان اعلام شده و با توجه به سوء قصد به جان او در روز شنبه به نظر می‌رسد این اتفاق محبوبیت بیشتری را برای او رقم زده. در همین مورد همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویری که داشتیم میدیدین، اردوان بشنویم از تو. مرسی. این هر چه که داریم میریم جلوتر به نظر میسه وضعیت داره پیچیده‌تر و قامستر میشه، البته برای حزب دموکرات آمریکا. آنچه که امروز اسوسییتد پرس به نقل از یک نامه‌ای که درس کرده و به دست اونا رسیده نقل داره میگه دموکرات‌ها به دنبال این هستن که در بعضی از ایالت‌ها انتخابات زود هنگامی رو برگزار بکنن به صورت آنلاین و مجازی تا بتونن آراشون رو گارانتی بکنن. بسیار از خود اعضای دموکرات‌ها در این مورد کاملا ابراز نارضایتی کردن و گفتن در واقع این نقض به نوعی میشه گفت نقض کار حزبی هستش، اینکه شما در بعضی از ایالت‌ها بخواید چنین کاری بکنین. به خصوص روی صحبت الان در مورد اوهایو هستش، جایی که یکی از حساس‌ترین آرا رو ممکن داشته باشن. اونها میخوان با انتخابات زود هنگام مجازی برای انتخاب بایدن در حزبشون بتونن آرا رو مال خود نگه دارن. چرا؟ به دلیل اینکه سرعتی که الان ترامپ داره به نظر میرسه برای اونها هم باور نکردنی. در روز سوم
دوم کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه در میلواکی هستیم و هر روز برای ترامپ یک وعده تازه و یک حرکت تازه بود و به نظر میرسه عملا دموکرات ها توان کافی برای رویارویی ندارن. حتی در جایی میبینید که به نظر بعضی ها مثلا به عنوان مثال در سمافور در اشاره میکنه که بعضی از اداهای اقتصادی یا در واقع معیشتی که بایدن داره مطرح میکنه درست یه جور کپی کاری از دونالد ترامپ هستش. چند روز پیش بایدن مطرح کرده که مسئله کنترل قیمت اجاره بهای خونه رو داره روش کار میکنه، در حالی که بسیاری از اقتصاددان ها میگن این وعده تو خالی هست، به دلیل اینکه ما میدونیم رشد فزاینده قیمت های اجاره خونه در آمریکا الان یک موزل بزرگه. اما شرکت های بزرگ هم حاضر نیستن تن به این بدن که با عدد های محدود بخوان محدود بشن. به همین دلیل به نظر خیلی ها همونجور که سمافور اشاره میکنه این فقط یه وعده انتخاباتی تو خالی است. در مقابل دونالد ترامپ در وعده های اقتصادیش داره میگه که به دنبال کاهش بهره، به دنبال افزایش در واقع با کارکردهای اقتصادی و همچنین به دنبال ایجاد مسکن ارزان هستش که درست به نظر میسه این نقطه دیگری است که بایدن داره تلاش میکنه. اما مسئله مهم در اینجاست که هنوز بایدن به یک وحدت رویه حزب دموکرات برای انتخاب واقعیون نرسیده و این هنوز جای بحث داره و به همین دلیل که در آخرین نظرسنجی ها اگر دقت بکنید عملا بایدن عقب هستش از دونالد ترامپ و همچنین ما میبینیم که بر اساس آخرین نظرسنجی آیپوز تقریبا یه فاصله 3% وجود داره که به نظر عدد بزرگی هستش. به نظر میاد با عدم انتخاب قطعی یک کاندیدا با همزمان با حزب جمهوری خواه به همین ترتیب دموکرات ها باز هم عقبتر باقی بمونن. خیلی متشکرم از گزارش تو اردوان روز به همکارم همینجا از واشنگتن دی سی. همزمان با صحبت‌های همکارم تصاویر زنده داشتیم از حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در اولین نمایش فیلم نجات آمریکا در میلواکی. اما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید ممنونم. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش مشابه پور محسن از واکنش تهران به خبرها درباره احتمال دخالت در توطئه ترور ترامپ. وزارت خارجه ایران مدعی شد تهران فقط از مسیر حقوقی ترامپ را محاکمه و مجازات خواهد کرد. حمایت همه جانبه منتقدین سابق ترامپ از او در روز سوم همایش جمهوری خواهان. چهره‌های مطرح جمهوری خواه گفتند فقط ترامپ میتواند آمریکای امروز را دوباره متحد کند. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در تازه ترین گزارش خود گفته در 6 ماه اول سال 2024 جمهوری اسلامی در 4 مرحله و به شکل سیستماتیک، هدفمند و پی در پی به سرکوب رسانه‌ها و روزنامه نگاران ایرانی پرداخته. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات این گزارش را بر اساس بررسی 216 پرونده مستند کرده. بر اساس این گزارش در 6 ماه اول سال جاری 236 مورد برخورد قضایی و امنیتی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ثبت شده. 34 روزنامه‌نگار بازداشت و حبس شدند و برای 78 نفر از اهالی رسانه قرار مجرمیت صادر شده. به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هم در ایران 27% افزایش داشته. همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار از واشنگتن. خانم خضر حیدری خیلی خوش آمدیم به برنامه. از یک طرف ما شاهد سانسور گسترده رسانه‌ها در فضای مجازی هستیم، همچنین روزنامه‌نگاران هم همینطور که در این گزارش هم آمده تحت برخورد امنیتی و قضایی هستند. ارزیابی شما از این گزارش و تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران چیه؟ ببینید، ما در یه نقطه با جمهوری اسلامی هستیم که به نظر من در این نقطه دیگر هیچ چیزی از طرف این حکومت برای ما تازگی نداره یا پیشبینی ناپذیر نیست. تشدید سرکوب روزنامه نگاران در آستانه برگزاری انتخابات و بعد از اون هم تقریبا از اواخر دهه 80 اگه بخوایم بگیم شدت گرفته، موضوعی آشناست که پیشبینی میشد از قبل. در تمامش از این 14 گذشته هم ما شاهد این سرکوب جریان آزاد اطلاع رسانی و روزنامه نگاران و مطبوعات در ایران بودیم. اصلا همین که الان من روزنامه نگار ایرانی که سالها در ایران کار روزنامه نگاری کردم باید در پایتخت ولایت متحده آمریکا کارم رو ادامه بدم و با رسانه فارسی زبانی که کارش پرداختن به مسائل ایرانه همکاری بکنم که در پایتخت بریتانیا کار میکنه، کل وضعیت رو به ما
نشون میده که ما نمیتونیم به عنوان کسانی که در رسانه ها فعالیت میکنیم آزادانه درباره وضعیت حکومتی که اختیار رو در جامعه ما به دست گرفته صحبت بکنیم. این تشدید هم که در این دوره داریم مشاهده میکنیم در واقع قبل از انتخابات شروع شده بود، از زمان همون سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، شوخ طبیعهایی که برای شبکه های اجتماعی میکردن، در سوشال میدیا ما شاهدش بودیم و عذرخواهی میکنم یادمون هست که حتی بیانیه صادر شد، بیانیه تهدیدآمیز در واقع پلیس فتا در مورد کسانی که میخوان شوخی بکنن، کسانی احضار شدن، با کسانی تماس گرفته شد، به بسیاری از چهره های ورزشکار یا هنرمند اجبار کردن که شما باید تسلیت بگین، همه اینها این گزارش ها منتشر شد. بنابراین میخوام بگم که از قبل از این برگزاری انتخابات این موضوع دوباره شدت گرفته بود و اگر بخوایم به ریشش نگاه بکنیم، حکومت های دیکتاتوری و تمامیت خواه مثل جمهوری اسلامی کلن همیشه مشکل تحریک دارن، مشکل اذهان عمومی و تشویش اذهان عمومی رو دارن، یعنی فکر میکنن که در هر موضوعی اگر ذهن ها بسته باشه و اطلاع نداشته باشه بهتر میتونن که امور رو پیش ببرن، در حالی که روزنامه‌نگار کارش در واقع تفکر انتقادی و ایجاد مطالبه و تنش در جامعه است. خانم خضر حیدری، حدوداً یک دقیقه وقت داریم، ولی میخوام حتما از شما بپرسم چقدر فکر میکنید این عوض شدن دولت ممکنه تغییری در این وضعیت ایجاد بکنه؟ خب ببین، انتظار ما از این گروهی که الان دولت رو در اختیار گرفته باید متناسب باشه با تاریخچه و کارنامه و منش و اصول این گروه. جناح اصلاح طلب در نهایت کاری که بخواد بکنه اینه که یک چارچوبی بذاره که کاملا بین خطوط قرمز روزنامه‌نگاران بتونن که نقدی بکنن. قرار نیست که آزادی بیان و آزادی مطبوعات رو جناح اصلاح طلب برای مردم ایران برمقام بیاره، کما اینکه نگاه کنیم به کمتر از دو هفته گذشته آقای پزشکیان از این روزخانی به اون نوحه‌خانی، از دیدار رهبر جمهوری اسلامی به دیدار آقای ولایتی، با یک روزنامه‌نگار نه ملاقات کرده نه نشست خبری با روزنامه‌نگار داشته. بنابراین این هم به نظرم امید و انتظار منطقی و واقع بینانه نخواهد بود. فهیمه خضر‌حیدری، روزنامه‌نگار از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران کارزاری در حمایت از 11 فعال حقوق زنان که در استان گیلان به زندان محکوم شدند راه اندازی کرده. در این بیانیه آمده هفته گذشته 11 فعال حقوق زنان در استان گیلان که در مجموع به 60 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند برای اجرای حکم احضار شدند. تا کنون زهره دادرس، زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمیعی‌نیا، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان و سارا جهانی برای اجرای حکم به زندان رفتند. متین یزدانی، یاسمین هشتری و هومن طاهری هم هر لحظه ممکن است دستگیر و روانه زندان شوند. سارا جهانی از فعالان حقوق زنان در گیلان با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان لاکان خبر داده. اون شبی که حکممون اومد با همین لباسم همینجای خونه نشستم و گفتم هر اتفاقی که بیفته بازم از جامون بلند میشیم و میگیم زن زندگی آزادی. الانم فردا میخوام خودم رو لاکان معرفی بکنم و بازم میگم اگه فقط اجازه بدید زنده بمونیم بازم بلند میشیم و میگیم زن زندگی آزادی. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان از لندن با ماست. خانم محبوبی خیلی خوش آمدین. چه بیشتر میدونیم از آخرین وضعیت زنان زندانی در گیلان؟ بله، همونطور که خودتون اشاره کردین تعدادی رو به زندان بردن. همین روز شنبه 23 تیر ماه تعدادی از این فعالین که احضار شدن به همراه خانواده هاشون در مقابل زندان لاکان بودن. ویدیوی سارا جهانی رو دیدین که فکر میکنم قوی ترین در واقع پیام به جمهوری اسلامی در رابطه با این که در هر صورت اینها دست بر نمیدارن. اون چیزی رو که میدونیم طبعا الان پرونده‌ای که به پرونده مرداد 1402 گیلان مشهور شده، در واقع این 11 نفر از اونها رو به 60 سال زندان محکوم کردن. میدونیم که زمانی که در خرداد 1403 این رو صادر کردن، دوباره دو ماه بعد از اون این احکام رو تایید
تایید کردن. در واقع دستگیری این عزیزان همراه با تعدادی دیگه در سالگرد قتل ژینا بود از ترس اعتراضات مردم، ولی نباید گفت دستگیری، باید گفت روبودن این افراد. یه چیزی که خیلی مهمه باید توجه کنیم وضعیتشونه. زمانی که اینها رو دستگیر کردن بسیار وسیع به اینها رو مورد شکنجه قرار دادن، مورد تعرض جنسی، اعدام مصنوعی، خفگی مصنوعی برای اینکه فقط رمز تلفن شون رو بگیرن و حتی تهدیدشون کردن که تست بکارت به کار خواهند برد علیهشون. و این حجم از خشونت برای کسانی که فقط فعال حقوق زنان و حقوق مدنی هستن واقعا غیر قابل تصور هستش. یه نکته‌ای که خیلی مهمه، در حالی که تمرکزها بیشتر بر روی زندان‌های مشخصی هستش، به درستی زندان اوین، زندان قزلحصار و غیره، می‌دونیم که زندانیان در زندانیانی در شهرستان‌ها خیلی کمتر منعکس میشن و به همین دلیل کمیته ما این کارزار رو به کار برد که بتونه توجه نه تنها مردم بلکه سازمان‌های جهانی رو متوجه این قضیه بکنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعین حقوق بشر در واقع در توییترش نوشته بود، اظهار نگرانی کرده بود از شکنجه‌هایی که این فعالین در واقع بهشون تحمیل شده. در حال حاضر این چیزی که می‌دونیم، این عزیزان حتی از وضعیت جسمی مناسبی برخی از اونها برخوردار نیستن. خیلی متشکرم از توضیحاتشون. متاسفانه با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما با این خبرها ممنونم. با ما بمونید.